Yeah, so we have schools for about 100 ما در افغانستان مکاتب را برای حدود 100 هزار دانش آموز به شمول 60% دختران به پیش میبریم. پس از تسلط طالبان بر افغانستان آنها به 712 مکتب پسرانه اجازه فعالیت دادند. اما مکاتب دخترانه بسته شدند و سایر شاگردان مکاتب ابتدایی دخترانه و پسرانه بین سنین 7 الی 12 ساله مکتب میروند. مکاتب دخترانه مسدود بودند و چندین هفته قبل ما توانستیم همه مکاتب دخترانه را برای صنوف 7 الی 12 بازگشایی کنیم، به خاطر که ما در سطح محلی با رهبران منطقه مذاکره کردیم و در بین مردم محل ما حمایت زیاد داریم. با آنها در بازگشایی مکاتب سهم فعال داشتند و در مذاکرات با رهبران طالبان مکاتب را باز کردند. ما تمام مکاتب دخترانه را باز کردیم. اکنون وضعیت در سراسر کشور برای آن دست شاگردان که مکتب می رفتند بدتر شده است. به همین خاطر 1 میلیون شاگرد دختر بین سنین 7 الی 12 دسترسی به آموزش ندارند. سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت تا حد هشدار دادند که به دلیل برگشت طالبان به قدرت و نبود کمک ها سیستم صحی افغانستان در حال سقوط است. به نظر شما برای جلوگیری از چنین مصیبت در افغانستان چی باید کرد؟ پس از اینکه طالبان قدرت را گرفتند، همه کمک های انکشافی برای افغانستان متوقف شد. نباید فراموش کنیم که حدود 75% بودجه حکومتی را امدادگران بین المللی می پرداختند. به همین خاطر تمام ادارات عامه، مکاتب دولتی، سکتور صحی، انکشاف شهری و دهات، زیربنایی و همه از جانب امداد بین المللی تمویل می شدند. و اکنون با تمام تحریم ها که بر افغانستان وضع شده است، هیچ بودجه ای برای خدمات عامه وجود ندارد. به همین خاطر مراقبت های صحی تا حدی تحت تأثیر قرار گرفته است. هزاران کلینیک ها و شفاخانه ها مسدود شدند. همینطور حدود 200 هزار معلم مکاتب 4 الی 5 ماه معاش نگرفتند و اقتصاد سقوط کرده است. متوقف کردن و محدود ساختن کمک ها تحریم های جهانی افغانستان را بسیار متضرر ساخته است. مردم نهایت نگران و مضطرب هستند و نان خوردن ندارند. و به این خاطر هر کسی را که در افغانستان ملاقات کردم، آنها نهایت نگران هستند، به خاطر که آنها وظایف خود را از دست دادند. اقتصاد بتی شده است و آنها به پول خود در بانک ها دسترسی ندارند و بانک ها پس از مسلط شدن طالبان به قدرت مسدود شدند. برخی از کشورها و جامعه جهانی رساندن کمک‌های بشری به افغانستان را مشروط قرار دادند و از طالبان خواستند که به حقوق بشر، حقوق زنان و دسترسی مساوی به آموزش احترام گذاشته و حکومت همه‌شمول تشکیل بدهند. به نظر شما کمک‌های بشری بر افغانستان باید مشروط ساخته شود؟ فکر میکنم که باید به وضعیت در افغانستان نظر بیاندازیم که مردم در چی وضعیت هستند. آنها در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. در ماه جولای و اگست، حتی قبل از این که طالبان بیایند، وضعیت بدتر بود. بحران بشری در افغانستان زیاد شده بود و به خاطر به قدرت رسیدن طالبان بدتر شده است، اما به بدترین نقطه خود نرسیده است. و دلیل بدتر شدن وضعیت محدود نمودن کمک های بین المللی و وضع تحریم ها است. به همین خاطر در نهایت ما باید راههایی برای کمک و حمایت مردم پیدا کنیم، دوباره استخدام شوند و خدمات عامه دوباره بازگشایی شوند. اگر ما این کمک ها را فراهم نسازیم، این بحران حتی بدتر می شود و در نهایت ما به نیازهای مردم رسیدگی کنیم. اکنون می دانیم که نباید مردم را گروگان بگیریم و در وضعیت فعلی افغانستان بسیار زیان بخش تمام خواهد شد. مردم با هوای بسیار سرد زمستان روبرو هستند و برای زنده ماندن تلاش می کنند و در سطح جامعه بین المللی اگر مشترکاً به زودی اقدام نکنیم و راه های حمایت مردم افغانستان را پیدا نکنیم، به حق مردم ظلم می شود و وضعیت بسیار دشوار است. هدف دراز مدت شما در افغانستان برای رساندن کمک چی است؟ در صورتی که جامعه جهانی به زودی رهبری طالبان را به رسمیت نشناسند، شما چطور می توانید که مردم افغان کمک کنید؟ بنیادهای سازمان ملل متحد و غیر انتفاعی و سیاستمداران ایالات متحده همه دست روی دست دادن و در این مورد با هم بحث میکنن که چطور به پیش بروند، اما باید هرچه سریعتر پیشرفت داشته باشند، به خاطر که وقت کم مانده است. مردم در نهایت رنج و عذاب به سر میبرند. فکر میکنم باید راههایی را برای تمویل عواید، کار، مراقبت‌های صحی و آموزش پیدا کنیم و لزوماً به بودجه رژیم نرود. در عین زمان جامعه بین‌المللی در دیالوگ با مقامات فعلی دخیل بماند و در این بحث‌ها باید در مورد حمایت و روابط بین‌المللی صحبت شود. این مذاکرات به دلیل اینکه تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور را ترک کرده‌اند ممکن دشوار باشد، اما بسیار مهم است که مذاکره صورت بگیرد.
شما از تخدی های حقوق بشری در افغانستان واقف هستین؟ طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، ده ها سرباز اردوی افغانستان در سلسله کشتارهای انتقامجویی طالبان هدف قرار گرفتند. نظر شما در این مورد چی است؟ همه این گزارش ها نگران کننده است و من از مردم شنیدم در داخل افغانستان این مسئله را آگاه شدم. باید کسانی که این خشونت ها را مرتکب می شوند مسئول قرار داده شوند و تحقیقات صورت بگیرد. بسیار مهم است که ما این مسئله را برجسته بسازیم و کاملا غیر قابل قبول است. مردم در حراس به سر می برند و بسیار می ترسند. اما در عین زمان ما شاهد کشتار و آزارهای سیستماتیک در کل نیستیم. شاید موقع آمدن آنها مردم زیاد ترسیده بودند و باز هم اینها عناصری هستند که در مورد آن گزارش شده است و بسیار نگران کننده است.